خب ما متوجه شدیم که نوار پایینی با این آیکون روشن میشه. حالا برای اینکه از امکانات بیشتر این بخش شما اطلاع پیدا کنید، کاری که انجام میدیم اینه که یک زمانی پیش میاد در حین ویرایش هایی که دارید انجام میدید، حالا صفحه فرقی نمیکنه، اینجا اینسپکتور یا ویزیبیلیتی، ما میخواییم که این صفحه همینجوری که برای ما فعال هست، غیر از میکسر بخش‌های دیگه تحت عنوان ادیتور یا ویرایشگر، سامپلر کنترل و نهایتاً کورد پد رو داره که حالا با این بخش‌ها تا یه حدی قراره که آشنا بشیم. برای مثال اینجا شما زمانی که روی یک کلیپ آدیو یا یک فایل صوتی کلیک میکنید، گزینه هایی که در این پایین برای شما نمایش میده، خب قطعا ادیتور یا ویرایشگر، این الان ویرایشگر در اصل یک کلیپ صوتی هست، یک کلیپ آدیو هستش که شما بتونید فایل آدیوتون و کلیپش رو بر اساس اون تنظیمات و ویرایش هایی که مد نظرتون هست همینجا کارش رو انجام بدید. حتی اگر بخواید صفحه به صورت کامل و اصطلاحاً فول اسکرین باشه، این فلش رو میزنید و میتونید که فول اسکرین ادیتور رو داشته باشید. هر زمانم که این زب در زده بشه، نهایتاً این قسمت پایین فعاله تا اینکه خودتون این رو تغییر بدید. میبینید که مثلا بخشی مثل سامپلر کنترل هیچ چیزی داخلش نیست. حالا ما باید ببینیم که اگر روی یک فایل میدی یا مثلا میدی ترک یا اینسترومنت ترک ما کلیپی داشته باشیم، مثلا اینجا در درامزمون یک سری کلیپ میدی داریم، نوت هایی نوشته شده و شما زمانی که روی این نوت ها کلیک میکنید، شاهد این هستید که ادیتور شما تبدیل شده به ویرایشگر نوت ها و اینجا میتونید باز تسلط بیشتری داشته باشید روی تک تک این نوت ها و احیاناً ویرایشی که نیاز داشته باشن رو اعمال کنید. و باز هم سامپلر کنترل اینجا خالیه که دلیلش رو حالا متوجه میشیم. این ترک الان یک نوع اینسترومنت ترک بود، از روی آیکونش هم میتونیم متوجه بشیم. و نهایتاً سامپلر رو ما اینجا داریم، سامپلر ترک در اصل یک ساختاری که داره، من روی کلیپش اینجا انتخاب رو انجام بدم، میبینیم که یک سری فایل یا کلیپ آدیویی داخلش باز شده و در اصل سامپلر کارش اینه که فایل های آدیو رو به نحوی در ترک های اینسترومنت یا میدی اجرا کنه که حالا خیلی یک پردازش های خیلی جالبی رو به شما میده که میتونید فایل های آدیوتون رو با یک شگرد خاصی، حالا با دانشی که از مباحث ساوند دیزاین یا سینتیسایزر ها به دست میارید، میتونید اینجا خیلی انعطاف پذیری بیشتری داشته باشید در خصوص استفاده از آدیوها. این گزینه C3 یا 2 اکتاو 3 در اصل این امکان برای ما میده که اون کلیپ اصلی آدیوی ما اینجا بشینه و وقتی که کلیک کنیم به این صورت برای ما اجرا بشه که با انتقال روی نوت های بالاتر ممکنه که بعداً شاهد این باشیم که نوت ها تغییر میکنه. مثلا دیفالتش اینجوریه که شما الان اینجا اولین اثر رو روی سرعت پخش شاهد هستید که حالا این بحث خیلی مفصلی داره قسمت سامپلر ها و ادیتورش که به هر حال بهش میپردازیم. و اینجا متوجه شدیم که هر کدوم از این ادیتورها و نوارهای پایینی زمانی که شما روی یک کلیپ خاص کلیک میکنید نمایشگرش تغییر میکنه. اگرم که چندین کلیپ رو با هم سلکت کنید، انتخاب کنید، آخرین گزینه که انتخاب شده بود براتون میمونه. در نتیجه اینجا این دوتا رو که با هم سلکت میکنیم، میبینیم که مثلا این نمایشگر حاله از اون کلیپ قبلی، یعنی از این و آدیوی بالایی، اینها رو با هم منطبق میکنه که بتونید حتی اگر نیاز به ویرایش های بصری داره، ویژوال داره، ایرادها رو حتی بررسی کنید و خیلی دقیق تر کارتون رو پیش ببرید.